چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت. درود عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. به قسمتی تازه از برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدین. در ادامه مطالعمون از کتاب کارهای رسولان به فصل 23 رسیدیم. در ابتدا اجازه می خوام به مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم. درود بر شما برادر. درود بر شما. خوش آمدین. ممنونم. همچنین خوش آمد میگم به شما حضار گرامی. طبق روال هر هفته میپردازیم به پیام‌های بینندگان. برادر یوسف، پیغامی رو از برنادت از سوئیس دریافت کردیم که گفتن عصرتون بخیر. بسیار سپاسگزارم بابت برنامه خوبتون. من و همسرم هر روز این برنامه رو با هم دنبال می‌کنیم، اما ما عبارت روبوده شدن رو درباره کلیسا متوجه نشدیم. لطفاً توضیح بدین این عبارت چه معنایی داره و منظورتون چیه؟ ممنونم. برادر لطفاً برامون توضیح بدین که منظور از روبوده شدن کلیسا چیه؟ این اتفاق مبارکیه که در آینده رخ میده. هنوز بعضی از مسیحیان طرز فکری قدیمی دارن، مثل ایماندارانی که قبل از مسیح اعتقاد داشتن که همه مردم میمیرن. اما تعلیم جدیدی که عیسی مسیح و همینطور رسولان در عهد جدید به ما میدن اینه که پایان کلیسا بر روی زمین از طریق واقعی به نام ربوده شدن رخ میده. مسیح باز میگرده و نخست مردگان در مسیح قیام میکنن. همه مردگان با هم قیام نمیکنن، بلکه مردگان در مسیح اول قیام میکنن. بعد مایی که زنده هستیم با بازگشت مسیح نمیمیریم و زنده بشیم، بلکه تغییر میکنیم. بعد همه ما با اونها صعود میکنیم، یعنی زندگان به همراه کسانی که در خواب هستن، تا خداوند رو در ابرها ملاقات کنیم. ما اینو در رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 از آیه 13 به بعد میبینیم و این برای ما حقیقتی بسیار فوق‌العاده رو در مسیحیت شرح میده و این حقیقت ربوده شدنه. وقتی مسیح میاد تا کسانی که بهش ایمان آوردن رو ببره. این به طور لفظی روبوده شدن ذکر شده. بله. ما همه روبوده خواهیم شد. درسته. پس درباره امید یک مسیحی صحبت میکنه. در این امید مردگان قیام میکنن و بله. زندگان تغییر میکنن. دقیقاً. بنابراین یک مسیحی همیشه با خدا خواهد بود. درسته. بسیار خوب، برمیگردیم به ادامه مطالعمون در فصل 23. برامون توضیحی کلی از این فصل بدین. خب من در این فصل دو بخش اصلی رو میبینم. بخش اول ادامه اتفاقات قبلیه، یعنی زمانی که پولس رسول توسط گروهی که از شهر اورشلیم اومده بودن محاکمه میشد و دستور این محاکمه توسط سرهنگی صادر شد که میخواست درک کنه موضوع چیه، اما نتونست. او به هیچ عنوان در پولس رسول مشکلی نمیدید، اما هیاهوی غیر معمول بین یهودیان میدید. بنابراین از یهودیان خواست تا پولس رو بازخواست کنند و بهش گزارش بدن. این بخش نخسته که از آیه اول تا آیه دهمه. دومین بخش این فصل از آیه 11 شروع میشه تا پایان فصل. ما تصویر دیگه ای از امانت و وفاداری خداوند به خادم خودش پولس رو میبینیم، زمانی که برای تشویق و تسلی به او ظاهر میشه. همچنین امداد خداوند برای پولس از دامی که برایش مهیا شده بود و نقشه ای که توسط یهودیان شرور کشیده شده بود. 40 نفر از اونها نذری کرده بودن که تا قبل از به قتل رسوندن پولس لب به قضا نزنن. پس شما این فصل رو به دو قسمت تقسیم کردید. بله. اجازه بدین تا بخش اول رو با هم بخونیم. پولس با دقت به اعضای شورا نگاه کرد و گفت: برادران، من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک زندگی کردم. در این هنگام حنانیا کاهن اعظم به کسانی که در کنار پولس ایستاده بودند دستور داد که به دهانش مشت بزنند. پولس به او گفت: ای دیوار سفید شده، خدا تو را خواهد زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق قانون در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف آن دستور می دهی که مرا بزنند. حاضران گفتند: به کاهن اعظم خدا اهانت می کنی؟ در ادامه می بینیم که پولس از آیه 5 ادامه می ده:
پولس گفت: ای برادران، من نمی‌دانستم که او کاهن اعظم است. می‌دانم که تورات می‌فرماید به پیشوای قوم خود ناسزا نگو. وقتی پولس فهمید که بعضی از آنان صدوقی و بعضی فریسی هستند، با صدای بلند گفت: ای برادران، من فریسی و فریسی زاده ام و مرا به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می‌کنند. در ادامه می‌بینیم که این سخن پولس چطور باعث اختلاف بین اونها میشه. با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم به دو دسته تقسیم شدند. صدوقیان منکر روز قیامت و وجود فرشته یا روح هستند، ولی فریسیان به وجود اینها اعتقاد دارند. سر و صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از علمای فرقه فریسی برخاسته گفتند: ما در این مرد هیچ تقصیری نمی‌بینیم. از کجا معلوم است که روح یا فرشته‌ای با او سخن نگفته باشد؟ در ادامه می‌خونیم: اختلاف زیادتر شد و سرهنگ از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند، فرمان داد سربازان به مجلس وارد شوند و پولس را از میان جمعیت خارج ساخته و به سربازخانه ببرند. در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود: دل قوی دار، چون همانطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی، در روم نیز باید چنان کنی. برادر یوسف، لطفاً توضیحی بدین درباره اتفاقی که از جانب کاهن اعظم رخ داد و دستور داد پولس رو کتک بزنند. در واقع کاهن اعظم رفتاری احمقانه و متکبرانه داشت. پولس تازه داشت صحبتش رو شروع می‌کرد و تنها عبارتی که گفت کاملاً درست بود. او اینطور گفت که من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک زندگی کردم و این حرف او کاملا درست بود، چون حتی وقتی پولس کلیسای خدا رو ظالمانه آزار میداد و سعی بر نابودیش داشت، اون کار رو با وجدانی پاک انجام داد. یعنی او اینطور فکر میکرد که در اون موقع داره خدا رو خدمت میکنه. اون کاری مخالف با وجدانش نمیکرد. به دلیل اعتقادش؟ بله، از روی اعتقاد. اون واقعا حتی در اون لحظه هم با وجدانی پاک کار درست رو انجام میداد و حتی در تمام عمرش. این تنها جمله‌ای بود که گفت. اما اون مرد شرور، مخالف و حسود، بدون هیچ گونه دلیلی دستور زدن پولس رسول رو کاملا بر خلاف قوانین شریعت صادر کرد. پس از این اتفاق پولس بهش گفت: ای دیوار سفید شده، خدا تو را خواهد زد. چرا این جمله رو گفت؟ خب گروهی اعتقاد دارن که این جمله نفرین یا توهین نیست، بلکه یک نبوته. اونها میگن که در حقیقت این نبوت در مرگ کاهن اعظم یعنی حنانیا و همینطور برادرش حزقیا به وقوع پیوست. هر دوی اونها کشته شدن. این نبوت پولس رسول بود که در مرگ حنانیا و همینطور برادرش یعنی حزقیا تحقق یافت. اما بعد حاضران گفتند: به کاهن اعظم خدا اهانت میکنی؟ پولس گفت: من نمیدانستم. لطفاً توضیح بدین. گروهی عذری برای پولس رسول میارن و میگن چشماش مشکل داشته و نمیتونسته به خوبی ببینه و برای همین نتونسته تشخیص بده که اون شخص کاهن اعظمه. و برخی میگن که پولس رسول در اینجا دچار اشتباه شده، به این خاطر که او در اون لحظه از روح القدس پر نشده بوده، بنابراین او مستعد انجام دادن اشتباه بوده. و من معتقدم که پولس رسول تا آیه 10 در موقعیت درستی نیست، اما از آیه 11 وقتی خداوند بهش ظاهر میشه و تشویق و تقویتش میکنه، میبینیم که او در مقابل فیلیکس و همینطور فستوس و آگریپاس به طرز کاملا متفاوتی صحبت میکنه. اون درگیر پرونده خودش و دفاع از بیگناهیش نبود، بلکه سعی داشت که خبر خوش یا انجیل رو برای اون جانهای بیچاره ارائه بده. برادر یوسف، پس هنوز هم تا اینجا همه حرفا درباره پولسه. بله. عزت پولس و پاسخ پولس. ما هنوز رسول مسیح رو نمی‌بینیم. درسته. بسیار خوب، استراحت کوتاهی کنیم و برگردیم. بینندگان عزیز، به زودی برمیگردیم، با ما همراه باشین. به بخش دوم برنامه خوش اومدین. اجازه بدین بریم و پرسش حضار رو بشنویم. بفرمایین. در اینجا پولس بین فریسیان و صدوقیان قرار گرفت و از اختلاف عقاید بین اونها استفاده کرد. آیا اینکه پولس از این موضوع استفاده کرد حیله‌گری محسوب نمیشه؟ برادر، لطفاً توضیح بدین آیا این رفتار شایسته ی رسول خداست؟ خب باید بگم که بدون شک این زیرکی و هوش سیاسیه.
اما سوال اینه، آیا رفتار کسی که از روح خدا پر شده به این شکله؟ اگر عیسی مسیح در این شرایط بود، آیا او به این صورت رفتار می کرد؟ پولس در واقع خودش رو با این حیله نجات داد، اما باعث تفرقه و مشاجره در بین اونها شد. پس من معتقدم همونطور که یعقوب رسول گفت، حکمتی که از عالم بالاست اول پاک، بعد صلح‌جو، باگذشت، مهربان، پر از شفقت و ثمرات نیکو و بی‌غرض و بی‌ریاست. همه اینها کمیت‌هایی برای تشخیص حکمتیه که ما از مسیح آموختیم. اما من اعتقاد دارم که در اینجا پولس رسول از روح خدا پر نشده بود، پس از زیرکی و هوشش بهره برد. این حرکتی استادانه بود، چون اونها رو به خوبی میشناخت. اون از اسرار و پیشینه افراد یهودی کاملا آگاه و باخبر بود. او قبلا یکی از خودشون بود و از همه چیزهای اونها به خوبی خبر داشت. مسیح هم در موقعیت مشابهی قرار داشت و از همچین حقه استفاده نکرد. درسته. زمانی که مسیح محاکمه و مضروب شد، مثل پولس جواب نداد. وقتی در چنین موقعیتی بود، برای نجاتش بین مردم تفرقه ننداخت. در واقع ما هم باید مثل مسیح رفتار کنیم. اما من معتقدم کاری که پولس کرد اتفاقی بود و خیلی زود، همونطور که بعد میبینیم، وقتی خداوند بهش ظاهر میشه، او دوباره قدرت روحانیش رو به دست میاره. میتونیم بگیم کسانی که بهش میگفتن چنین و چنان کن و به ما گوش بده، دیگه خبری ازشون نیست. او بهشون گوش داد، اما وقتی سقوط کرد هیچ کس حواسش نبود. اما در آیه 11 میبینیم که مسیح بهش ظاهر شد و تشویق و تقویتش کرد و موقعیت پولس رسول بعد از ظاهر شدن خداوند پایدار میشه و در فصلهای بعد میبینیم که او اونطور که باید مسیح رو شهادت میده. قبل از اینکه سراغ دیگر وقایع این فصل بریم، سوالی دارم. کلیسای اولیه اینطور میگه: مسیحیت نقشه و پادشاهی خدا بر روی زمینه. اگر به زبان ساده بگم، انتظار داشتیم که تمامی امت‌ها و قوم‌ها به مسیحیت روی بیارن. اما چرا همیشه می‌بینیم که اکثریت رد می‌کنن، می‌کشن و اعتراض می‌کنن، با اینکه مسیحیت در ابتدا خیلی ضعیف بود؟ خب، در واقع عیسی مسیح به ما اینطور فرمود. عهد قدیم این رو برای ما تایید کرد. مثلا در عهد قدیم در زمان نوح چند نفر نجات پیدا کردن؟ تعداد اندکی. منظور از تعداد اندک چیه؟ گفته شده که جمعیت مردم در زمان نوح حدود 800 میلیون نفر بوده و تنها 8 نفر نجات پیدا کردن. یعنی از هر 100 میلیون یک نفر. این واقعا ناچیزه. زمان خروج قوم از مصر میخونیم خدا از اکثر آنان خوشنود نبود. منظور از اکثر آنان چیه؟ یعنی چند نفر؟ همه به جز 2 نفر. این واقعا عجیبه. مسیح در عهد جدید فرمود سخت بکوشید تا خود را به داخل در تنگ برسانید، چرا که بسیاری از در عریض و راه راحت وارد میشن، اما تعداد کسانی که از در تنگ وارد میشن خیلی کمه. میفرماید اما دری که به حیات منتهی میشود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. شما اشاره کردین که موقعیت پولس قبل از اینکه خداوند ظاهر بشه و تشویقش کنه خوب نبود. بله. پس به همین دلیل رفتارش هم خوب تلقی نمیشد. درسته. توضیحی بدین خداوند چطور مداخله کرد تا بعد از این برای کنترل شرایط از پولس استفاده کنه. خب، آیه 11 آیه بسیار فوق‌العاده‌ایه. شما قبلا خوندینش، اما میخوام دوباره بخونمش. در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد. خداوند میتونست فرشته‌ای بفرسته و این کافی بود. همین هم مایه افتخار بود. اما خداوند بر او ظاهر شد. من این رو تفسیر نمی‌کنم، به این خاطر که ممکنه توضیح دادنش سخت باشه. من این بخش رو به بینندگان عزیز میسپارم. خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود دل قوی دار. جمله معروف عیسی مسیح، دل قوی دار و ایمان داشته باش. این جمله‌ای بود که وقتی روی زمین بود به شاگردانش میگفت. حالا که او در آسمانه، پایین میاد و وارد سلول پولس رسول میشه و میفرماید دل قوی دار. این کلام پرفیض رو ببینید. چون همونطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی، کدوم شهادت؟ اونو شهادت میدونه. بله، ما در اینجا شهادتی پیدا نمی کنیم. چون همانطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی، در روم نیز باید چنان کنی. پولس، من تو رو به عنوان رسول غیر یهودیان برگزیدم. از الان به بعد باید بری سراغ غیر یهودیان. تو در مقابل پادشاهان و دولتمردان و مقابل خود قیصر شهادت من رو میدی. برادر، من فکر میکنم خداوند اون لحظه به قلب پولس نگاه کرد. با اینکه پولس در اورشلیم ظاهراً از اراده خدا خارج شده بود، اما خدا به قلبش نگاه کرد و اشتیاق به شهادت دادن رو دید. درسته. این شد شهادتش.
خداوند قلب‌های صاف و پاک رو می‌بینه. همونطور که گفتیم، اگر ما اشتباهی از پولس رسول ببینیم، همچنان اتفاق نظر داریم که نیت و انگیزه قلبی او کاملاً پاک و خالص بوده. او هیچ کاری رو برای خودش نکرد، بلکه خواهان نجات اون مردم بود. خداوند فرمود این کار تو نیست و الان وقتش نیست. تو برای غیر یهودیانی، اما حاضر بود برای مسیح در بند بره و جونش رو بده. این سرسپردگی و وفاداری او قطعاً توسط مسیح دیده میشه و ممکن نیست بی پاداش بمونه. بسیار خوب، لطفاً یک توضیح کلی بفرمایین درباره موضوع اصلی دو بخش آخر این فصل که در آیات 12 تا پایان فصل اومده. خب ما در قسمت دوم این فصل میتونیم ببینیم که یهودیان تصمیم گرفتند برای پولس توطئه بچینن. اونها از پولس رسول درخواست میکنن تا یک بار دیگه برای گفتگو کردن به شورا بره و در راه همونطور که اون رو میبرن 40 مرد براش کمین کرده بودن. اونا پیمانی جدی بستن که چیزی نخورن و ننوشن. بله، سوگند خورده بودن. 40 مرد با هم تصمیم گرفتن تا وقتی که پولس رسول رو به قتل نرسونن چیزی نخورن. در واقع خداوند به گونه این معجزه آسا دخالت نکرد. البته که میتونست. زمانی که پتروس بین 18 سرباز بود و با دو زنجیر به دو سرباز بسته شده و توسط 4 گروه سرباز محاصره شده بود، همین کارو کرد. خداوند اون رو نجات داد. برای خدا سخت نیست که با معجزه نجات بده. اما خداوند خودش رو تکرار نمی کنه. او میلیون ها روش داره. راه های گریز از مرگ از آن خداوندگار یهوه است. پس او اجازه داد این خبر توسط مرد جوانی که اونجا ایستاده بود شنیده بشه، چون به نظر او براشون بی خطر بود. نمیخوام بگم اون مرد اتفاقی اونجا بود، بلکه این موضوع در نقشه خدای آسمان ها بود. حاکمیت خدا. این مرد جوان خواهرزاده پولس رسول بود. ما نمیدونستیم که پولس یه خواهر داره، اما این مرد جوان خواهرزاده پولس بود. وقتی خبرو شنید درخواست ملاقات داد. او دایش پولس رو دید و بهش گفت که چی رخ داده و پولس بهش گفت برو و این رو به سرهنگ بگو. پس او رفت و به سرهنگ خبر داد و سرهنگ چون از یهودیان خوشش نمی اومد و از اونها متنفر بود و می دونست که پولس رسول اهل رومه، قصد داشت که مشورت یهودیان رو باطل کنه. خدا کنترل میلیون ها چیز رو در دست خودش داره. قطعا خدا حاکمه. پس پولس به خاطر وفاداریش به خداوند از این توطئه نجات پیدا کرد. سوگند خوردند تا زمانی که پولس را به قتل نرسونند چیزی نخورند و ننوشند. بنابراین به نوعی روزه گرفتند و این روزه تا زمانی که قتل به انجام نرسه ادامه داره. همینطوره. آیا ممکنه روزه و دعا برای قتل استفاده بشه؟ جای تعجبی نیست. این مردم اولین فرد مذهبی روی زمین رو پیروی میکنن. چه کسی اولین فرد مذهبی جهانه؟ قائن. او صرفاً یک نفر رو به قتل نرسوند. او برادرشو کشت. پس ما راجع به بزرگترین مؤسسه مذهبی جهان، یهودیانی که در زمان مسیح بودن، چی میتونیم بگیم؟ رؤسای مذهبی دوران مسیح، پسر خدا رو که قدوس و عاری از گناه بود به قتل رسوندن. پس جای تعجب نیست وقتی شما میبینین که مذهب و قتل دست در دست هم حرکت میکنن و اولین قاتل اولین فرد مذهبی تاریخه و بزرگترین قاتلان بزرگترین مذهبیون هستن. و آیا تا امروز در اطرافتون تعداد زیادی مردم مذهبی و قاتل رو در کنار هم نمیبینین؟ بسیار خوب، اجازه بدین تا آیات 22 به بعد رو با هم بخونیم. بفرمایید. بعد از اینکه مرد جوان خبر را به پولس و سرهنگ داد، به این ترتیب سرهنگ آن جوان را مرخص کرد و به او اخطار نمود که نباید از اطلاعاتی که در اختیار او گذاشته است کسی با خبر شود. سپس سرهنگ دو نفر سروان را صدا زد و به آنها گفت 200 سرباز پیاده و 70 سوار نظام و 200 نیزه‌دار آماده کنید تا امشب ساعت 9 به قیصریه بروند و چند اسب برای پولس حاضر کنید تا به این وسیله او را سالم به فیلیکس فرماندار تحویل دهید. او نامه‌ای هم به این شرح نوشت: کلودیوس لیسیاس به حضرت فرماندار فیلیکس سلام می‌رساند. این مرد را یهودیان گرفتند و قصد داشتند او را بکشند، اما وقتی فهمیدم که او یک نفر رومیست، من با سربازان خود به آنجا رفته او را از چنگ ایشان بیرون آوردم و از آنجا که مایل بودم علت اتهام او را بفهمم او را به شورای ایشان بردم، اما متوجه شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیده آنها در خصوص شریعت خودشان است و او کاری که مستوجب اعدام یا زندان باشد نکرده است.
پس وقتی فهمیدم که آنها در صدد سوء قصد نسبت به جان او هستند، بیدرنگ او را نزد شما فرستادم و به مدعیان او نیز دستور دادم که دعوای خود را در پیشگاه شما به عرض برسانند. سربازان طبق دستوراتی که گرفته بودند، پولس را تحویل گرفته و او را شبانه به آنتی پاترس رسانیدند. فردای آن روز همه به جز سوارانی که پولس را تا به مقصد همراهی می‌کردند به سربازخانه برگشتند. سواران به محض رسیدن به قیصریه نامه مذکور را به فرماندار تقدیم نموده و پولس را به او تحویل دادند. فرماندار وقتی نامه را خواند از پولس پرسید که اهل کدام استان است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است به او گفت وقتی مدعیان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد و فرمان داد او را در کاخ هیرودیس تحت نظر نگاه دارند. استراحتی میکنیم و برمیگردیم. بینندگان عزیز به زودی برمیگردیم، با ما همراه باشین. به بخش آخر برنامه خوش آمدیم. بریم و سوالات حاضرین رو بشنویم. چه کسی سوال داره؟ لطفاً توضیحی بدید درباره شخصیت فرماندار فیلیکس که در این آیات به او اشاره شده. لطفاً درباره شخصیت فرماندار فیلیکس به همون توضیح بدین. بفرمایید. فیلیکس فرماندار یک برده بود اما آزاد شد و بعد فرماندار شد. اما میتونیم ببینیم که او کار خودش رو با خوی بردگی انجام داد. او تا اعماق قلب و وجودش فاسد شد. اون احمقیه که سیر و توانگر شده. دقیقاً. او با سه زن ازدواج کرد و اون زنی که باهاش بود یعنی دروسیلا قبلاً ازدواج کرده بود. گفته میشه که او برای اینکه اون زن رو به خودش علاقمند کنه از جادوگر استفاده کرد و گروهی میگن اون جادوگر سیمون بوده. بنابراین دروسیلا همسرش رو ترک کرد و با فیلیکس ازدواج کرد. زمانی که پولس رسول درباره پارسایی و خیشتنداری بهش میگه و توضیح میده که روز داوری فرا میرسه، فیلیکس دچار ترس میشه. اما توبه نمیکنه. او ترسید اما توبه نکرد. متاسفانه شخصیت فیلیکس کاملا فاسد شده بود و این فساد تا عمق‌های وجود او پیش رفته بود. اون نقش مهمی در فصل بعد داره. بله درسته، نقش داره. برادر، در نامه‌ای که از طرف سرهنگ فرستاده شد نوشته او کاری که مستوجب زندان و اعدام باشد نکرده است. میخوام سوالی ازتون بپرسم. بفرمایید. بر اساس قوانین کشوری معمولاً قانون یک عمل یا چیزی که باعث آسیب و فساد شده یا قتل دیگر انسان‌ها و سوء استفاده در جامعه رو جرم می‌دونه. چرا در بعضی کشورها بشارت دادن و یا موعظه کردن مسیح ممنوعه؟ من دلیلی نمی‌بینم به جز نفرتی که شیطان از انجیل، عیسی مسیح و همینطور صلیب او داره. او نمی‌خواد مردم نجات بیابن. برای همین برخی از مسئولین رو تحریک می‌کنه تا بر علیه بشارت دادن قوانینی رو صادر کنن. در خصوص بشارت به فرض اگر قانع نشدی بحث میکنی و دلیل رو با دلیل و حرف رو با حرف جواب میدی. اگه دلایل محکمتری داری ارائه میدی. اما متاسفانه من چیزی به جز دست مخفی شیطان نمیبینم که قصد داره از اینکه انجیل جانها رو نجات بده جلوگیری کنه و انسانها رو در چنگال و مشت خودش نگه داره. آیا قوانین میتونن مانع رسیدن کتاب مقدس به مردم بشن؟ در واقع اونا میتونن مبشرین رو دستگیر کنن. اونها همین کار رو با پولس رسول انجام دادن. اما او در آخرین نامش یعنی نامه دومش به تیموتائوس نوشت اما کلام خدا در زنجیر بسته نمی شود. کلام خدا هیچ وقت در زنجیر نمیشه. اگرچه شما میتونید مبشر رو به بند بکشید و میتونید اون رو کاملا ساکت کنید. اما اگرچه مرده است، هنوز سخن میگوید. پیام زنده است و هرگز پایانی ندارد. کلام خدا باید پیش بره. دقیقاً. و ثمر هم بیاره. تا جلال پیدا کنه و ثمر بیاره. ممنونم برادر یوسف. بریم و درس امروز رو مرور کنیم. بفرمایید. آیا وقتی پولس کاهن اعظم رو سرزنش کرد و بهش گفت ای دیوار سفید شده خدا تو را خواهد زد، اشتباه کرد؟ در حقیقت او اشتباه نکرد، بلکه نبوت کرد. و بعدها میبینیم که حنانیا کاهن اعظم و همچنین برادر او حزقیا کشته میشن. پس این یک اشتباه از جانب پولس نبود، بلکه یک نبوت بود که بعدها اتفاق افتاد. آیا میتونیم بگیم استفاده پولس از اختلاف عقیده بین فریسیان و صدوقیان به نیت جدا کردنشون نوعی حیله سیاسی بود و در شأن مرد خدا نیست؟
در واقع این هوش سیاسی پولس رسول بود که ازش استفاده کرد تا از اون شرایط بیرون بیاد. و همونطور که امروز متوجه شدیم، در اون لحظه پولس با روح خدا هدایت نمی‌شد و تصمیمش روحانی نبود. اما بعدها می‌بینیم در موقعیت‌های مشابه وقتی در مقابل دولتمندان و پادشاهان می‌ایسته، رفتار شایسته‌ای نشون میده که این نتیجه ی هدایت روح القدسه. درسته. خیلی ممنونم. سپاسگزارم برادر. به امید دیدارتون در قسمت آمین. آینده. خدا بهتون برکت بده. خدا باشید. همراهان گرامی، تا دیدار دوباره، خدا با شما. رب اجعلني أشبه ابنك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضلوع املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذي الحياة عبدا مطيعا باذلا حتى دماء مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الإله رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذا المسير في العهد صادقا وللحق أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطرا ذكيا يملأ الدنيا عبير رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع اجعلني أسعى في سفارتي ليلا نهارا أطلب لأمتي لا يملكني اليأس أو أي فشل لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه‌های من کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت